از منطقه دیگری همراه ما هست. آرش، از بابک خداحافظی کردیم، از تپه های بادگیر، اما به تو دوباره سلام میکنیم در نقطه دیگری از شهر اورشلیم. بیشتر برای ما توضیح بده از حاشیه های این سفر. تو همراه بودی با هیئت آمریکایی، از اسرائیل هم قراره با هیئت آمریکایی بری به عربستان سعودی. چه چیزهایی رو دیدی از حاشیه‌ها که از چشم رسانه‌ها معمولاً دور میمونه و بایستی خود خبرنگارها بهش تاکید بکنن و معمولاً راجعش صحبت میکنن؟ ببین، پر از حاشیه بوده و چیزی هم نبوده که از چشم خبرنگارها دور بمونه. بعضی از حاشیه‌ها جالب بوده، بامزه بوده، ولی متاسفانه حواشی که داشته بعضیش حتی گریبان خبرنگاران هم گرفته و در مواقعی حتی اجازه ندادن به بعضی از همکاران من در مناطقی که دوروبر ما الان در هتلی که هستیم که بخوان گزارش بکنن، به دلیلی که الان تمام خیابون‌های منتهی به هتلی که آقای بایدن هست و هتلی که خبرنگاران هستن و پلیس بسته پر از نیروهای امنیتی است و نیروهای امنیتی هم اجازه نمیدن به خبرنگارا که بخوان گزارش کنن. اولین داستانی که اتفاق افتاد تو حواشیش یک داستان بامزه‌ای بود که اتفاق افتاد وقتی آقای بایدن رسید به فرودگاه بن گوریون و دست داد با یائیر لاپید. وقتی صحبت‌هاشون تموم شد داشتن دور می‌شدن و یه خوری که داشتن با هم صحبت می‌کردن، با اینکه میکروفون روشون نبود، خبرنگارا تونستن صداشون رو ضبط کنن و به نظر میومد که آقای بایدن با لاپید وقتی داره صحبت می‌کنه، آقای یائیر لاپید بهش داشت میگفتش که شما 10 سال پیش که به عنوان معاون رئیس جمهوری اومده بودی اینجا، ما با هم ملاقات داشتیم ولی شما شاید یادت نباشه و اون موقع شما، یعنی آقای بایدن، به من گفتی که من خیلی موهای خوبی دارم و آقای بایدن به آقای لاپید گفته بودی که آقا من اگر من موهای تو رو داشتم رئیس جمهور می‌شدم در آمریکا. و آقای یائیر لاپید هم می‌خنده و به آقای جو بایدن میگه که اگه منم قد بلند شما رو داشتم نخست وزیر می‌شدم در اسرائیل. و حالا جالب است که 10 سال گذشته و آقای بایدن موهاش بیشتر نشده، آقای لاپید هم قدش بلندتر نشده، ولی رئیس جمهور و نخست وزیر دو تا کشور شدن. در مورد حواشی دیگر اون هم الان در سفر عربستان به این اشاره میشه که کاخ سفید میگوید که اجازه دست دادن و بغل کردن رئیس جمهوری آمریکا رو نخواهد داد به خاطر احتمالاً ترس از کووید و بیماری کووید. و نکته دیگری هم که خبرنگارا بهش اشاره داشتن، در طول برنامه سفری رئیس جمهوری آمریکا در اون روزهایی مثل امروز که برنامه کاری زیاد هست، یه حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه وقت استراحت برای رئیس جمهوری آمریکا گذاشتن که بعضی از خبرنگارا اونو برای چرت زدن رئیس جمهوری آمریکا در روز تعبیر کردند. ممنونم از تو آرش علایی. با